میگم که آقای حالا قبلا فکر میکنم سرگرد بودن دیگه، حالا الان اگه درجهشون اشتباه میگم معذرت میخوام، آقای فرشاد فروزش از ارتشی ایران اومده یک برنامه در مورد من ساخته و صحبت هایی کرده که آقا ما چرا دشمن اسرائیل مینا، که این حرفا همه رو حواس و یه بخشی به من میپردازه. من اون بخشی که من میپردازه رو دوست داشتم که بهشون پاسخ بدم و چون دیدم که پاسخ دادم بهشون میتونه یه مقدار ذهن همه دوستانی هم اگه سوالاتی هست، چند وقت یک بار باید یک سری مسائل بیان کنیم. اجازه بدید ببینیم که آقای فروزش چی میگه. قرار میده و بالاخره تا اون حدی که تونسته آسیب زده میزنه و خواهد زد. و اما صحبت آخرم که دیگه تمام بکنم، من یک برای انتظارم میرفت. ببینید از ابتدای آشنایی حالا بنده با آقای امید دانا، زمانی بود که من به صورت اتفاقی دیدم برای من چند تا پیام اومده که شخصی به نام آقای امید دانا دارم در مورد صحبت میکنه. یکی از اون افرادی هم که اومد به من گفت، اون زمان من سرگرد بودم، مثلا بالاتر مدیر گروه، بس اتا الان بالا تاثیر داشت، من درجهتون رو چون خیلی وقت مسئله دنبال نمی‌کنم، درجهشون اگه دوستان میدونن برای من بنویسن. ما بود در دانشگاه، جناب آقای دکتر بوشاس گفت من همچی چیزی دیدم تو اینترنت و جالب اسم شما رو که آورد، اینا دانشجوی منی. خیلی هم به من گفت مراقب باش مثلا فلانی، گفتم من خب ارتباطی هم نگرفتم تا این لحظه، نه آقای دانا با بنده نه من با ایشون هیچ گونه ارتباط خصوصی یا چیزی نداشتیم تا حالا با هم. و همون اوایل که سرگرد بودم چند تا کلیپ از ایشون دیدم یا برام فرستادن که ایشون نسبت به حضرت ابا عبدالله سرهنگ دوم هستن. مرسی عرفان عزیز بابت استیکر عزیزم. امام حسین علیه السلام مواضع خیلی روشنی دارن، خیلی علیهشون صحبت میکنن و غیره. خدا پدرشون هم بیامرزه. میگه همون موقع 5-6 سال پیش من ویدیو رو دیده بودم که امید دانا مواضع صریحی علیه حسین شرخر دارد. مرسی. درود بر جناب دولتشاهی عزیزم. چه میگم، حالا به هر حال شما پشت به خورشیدم که وایسید فرقی بالا خورشید نداره. دقیقاً پشت به خورشیدم وایسید فرقی بالا خورشید نداره، ولی دیگه مهتابی سوخته و چراغ حتی مهتابی سوخته هم نه، چه میدونم دیگه واقعا. آخه این حسین رو تو با چی میخوای مقایسه کنی؟ واقعا حسین رو میخوای با خورشید مقایسه کنی؟ آدم شرخر حرام لقمه ای که میخواست دور بزنه یزید و برام بخشی از دعواش هم بر سر این بود که آقا بعد فشار بر مردم بیشتر باشه. اگه امروز سر اینکه خیلی از مردم از کشورشون ناراضی ان به خاطر فشارهای کمیته و منکرات و گشت ارشاد و آمر به معروف و اینا، زیر سر این حسین حرام لقمه است. من شاشیرم تو حلق تشنه حسین به گور پدر حرام لقمش علی در حقیقت جاکش پدر خندیده باشه حسین که بخواد خورشید باشد. تو رو خدا هرسه من در نهید. البته من شما رو کاملا درک میکنم. من ابتدای قضیه بگم، شما رو فرد وطن پرستی میدونم، بالاخره در ایرانید شما، تازه این همه هم بعد بگی به حسین خورشید است اینا، بالاخره خود میدونی بازداشتت کردن، فشار رو تاوردن، ده ها بار اذیتت کردن، تازه بالاخره تو ایران شما مجبوری این حرفا رو بزنی، ولی من الان در جزایر قناری هم مجبور نیستم این حرفا رو بزنم، ولی به اینکه شاید اگه شما جای من در جزایر قناری بودید و من جای شما در اصفهان بودم، شاید الان من همین حرفای الان شما رو میزدم در اصفهان قطعا، و شاید هم شما حرفای منو میزدی، نمیدونم. شاید بخشی از این بالاخره اختلاف صحبتی که داریم با هم میکنیم به خاطر موقعیت فیزیکی مونه. بفرمایید. روی حساب ما چون از نظر عقیدتی 180 درجه با هم تفاوت داشتیم، من صحبتی نکردم تا اینکه باز ایشون چند مرتبه دیگه اسم بنده رو آوردن، بنده هم به رسم ادب از ایشون به کرات تشکر کردم. کاملا علنی، به هر حال درسته که من از نظر عقیدتی با ایشون مشکل دارم، ولی از نظر میهن دوستی یا وطن پرستی اینا مشکلی نمیدیدم. مرسی مرسی بانو دریا بابت استیکر. بالاخره من دو بال دارم، بال ایمان و عقیده و بال وطن میهن. خیلی فرق میکنه با کسانی که فقط یک بال دارن یا فقط مذهبی هم، مثلا بویی از ایرانیت و کشور و وطن نچشیدن، یا فقط
ملیگران ضد دینن، مثل همین بنده خدا. خب ببین آیه فرشاد فرودش، میگم من چون حرفای شما با موقعیت جغرافیایی که دارید فاقد اعتنا هستش، چون موقعیت جغرافی اگه این سخنان شما، چون ببین شما با وجود این حرفا که آقا من هم اسلام را قبول دارم هم ایران را قبول دارم، من چون آقا هم شما بارها اذیت شدید، به شما نمیخوام زیاد اذیتتون کنم، شما اذیت شدید به اندازه کافی از همون حکومت و همون رژیم و همون ارتش اذیت شدید، با وجودی که میگی من هم اسلام را قبول دارم هم ایران را. ولی ببینیم مشکل همینجاست، ما به یه مرحله ای رسیدیم، یعنی تمام شاعران ما همین مشکل رو داشتن دیگه، تمام بزرگان ما همین مشکل رو داشتن. اسلامی یک تزویریه، یک کوفتیه که تو باید ظاهرش رو قبول کنی که بتوانی ادامه کارت را بدی. یعنی ایشون برای دو تا ایران ایران کردن یه بارم بعد بالاخره یه استخون پرت کنه جلوی این حسینه، میگه مثلا یه بار بگه آقا امام حسین هم خوبه، شیعه هم خوبه، ما اعتقادات مذهبی شیعه هم داریم، یه استخونی طرف شیعه پرت کنه تا بتونه کشورش دفاع کنه. این مشکل ما در طول تاریخه، از عطار نیشابوری بگیریم تا حافظ بگیریم، تمام این فضای دوگانه جامعه ما، کشور ما، که شاعران ما یک وقت میزنن در مورد پیاله و شراب و عشق و حال و اینا صحبت میکنن، یه جاملی میزنن آقا من هر آچه دارم ز دولت قرآن است و این چرت و پرتا، این بابت این فرهنگ تزویر اسلام است که دیگه هزینهشو دادیم دیگه. من البته به ایشون میگم به هیچ عنوان ایراد نمیگیرم، چون ایشون موقعیت فیزیکیش در ایرانه، اگه ایشون نگه که آقا من برام هم اسلام مهمه هم ایران، اصلا میتونه حرف بزنه. آقا من این سوال دارم آقای فرشاد فروزه، شما خارج از این بحث اگه چیز دیگری بگویی میتوانی همین ویدیو رو ضبط کنی؟ نه. پس نظریاتتون متاسفانه، فارغ از این که شما رو فرد وطن پرستی میدونم، این نظریات فاقد ارزش اعتناست. نه تنها شما، تمامی جامعه شناسان ما هم که امروز این خط رو دارن میرن که قابل درکن به خاطر موقعیت فیزیکیشون، ولی خروجی که داره ازشون بیرون میاد غیر قابل اعتناست. برای همینم هم جامعه اعتنا نمی کنه، جامعه اعتنا نمی کنه دیگه. حالا از خوش روزگار یا هر چیزی، من در یک موقعیت جغرافیایی هستم که این اجبار رو ندارم که بخوام مثلا چیز کنم، فقط یه مقدار چیز دیگه، بالاخره یه شخصیتی هم دارم، از مرگ و اینا نمیترسم، موقعیتش هم دارم که حرف بزنم. خب شما هم اگه هم مرگ، شما هم قطعا از مرگ نمیترسی، ولی اگه بیای حرف منو بزنی خب جلو کارتو میگیرن، اصلا حرفت دیگه رسیده نمیشه. بس بنابراین من میفهمم دارید چیکار میکنید، همتون کاراتون بیفایده است، چون این فضا که آقا ما هم اسلام را داریم، ایران دو بالا رد دو باولش، اینا بخشش اصلا کتابشو خودم نوشتم، برای که میخواستم جمهوری اسلامی رو آخر اسلام پیاده کنم، بخشش رو کتابش خودم نوشتم دیگه. اینکه آیا یه چیزی هست یه بالمون شیعه است یه بالمون ملی‌گرایی، اینا رو گفتم که یه خورده شما رو آخر اسلام پیاده کنم. در واقعیت اینه که استاد کوروش آریامنش میگه دیگه، هیچ مسلمانی ایرانی نیست، هیچ ایرانی هم مسلمان نیست. اگه غیر از این فکر میکنن قطعا در اشتباه هست. از یک طرف نگاه میکردم میدیدم که ایشون سخنرانی هاش در رابطه با حضرت آقا مرشد کاملی و ایشون رو حتی شاهنشاه خامنه ای صدا میکنه، که حتی میدونی کلمه شاهنشاه همون فارسی شده یه مقام معظم رهبری. حالا همینو بگی که با حزب الله یا قبول ندارن، اینم باز نظرش من و شما شرط باشه، عربیه این فارسیه، این فرقی نمیکنه، با این تفاوت که در نظام شاهنشاهی، نه در شخص شاهنشاه، در نظام شاهنشاهی حکومت موروثیه، یعنی از پدر به پسر، همطور پدر پسر میره پایین. در نظام ولایت فقیه دیگه موروثی نیست، فقیه عادل جامعه و شرایط باید رهبر بشه، که حتی حضرت آقا فرمودن که بس در مورد آقازادهشون آقا مشتبه بودن، فرمودن که نه من مخالفم، چون این فکر به مردم منتقل میشه که ما نظاممون شاهنشاهیه، یعنی صراحتاً ایشون موضع گرفتن. حتی میدیدم آقای امید دانا میاد و عکس حضرت آقا رو با اون مجسمه، اون سنگ برجسته مثلا داریوش بزرگ، اینا رو مونتاژ کرده، دقیقاً نگاه میکنی انگار هر دوتا با هم هفته، چون هر دوتا هم با ریش بلندی هن و اینا، فقط یه عینکی مثلا چیز میبینی عینک یک. خب باز ما دیدیم یه نقطه اشتراکی بینمون هست، اونم حضرت آقا هست، مقام معظم رهبری که ما. حالا شما نگاه کنید از بعد از جریان خانم مهسا امینی و اون حالا بی تدبیری هایی که شد، یک دفعه این آقا
دوباره یک 180 درجه برگشت، مثلا کلن یک دفعه دوباره تغییر عمده کرد. من احساس کردم که به علت اینه که ایشون در خارجه و اصلا شاید جونش در خطر باشه، بیان بهش بگن که تو اصلا عامل جمهوری اسلامی هستی و تو فلانی، اصلا این بنده خدا دیگه جرأت نکنه پاشو تو خیابون بذاره. یه تعداد بیان بگن بی شرف بی شرف، اصلا بگیرن بزنن بکشنش، که دیدید خیلی ها رو میگرفتن میزدن. پلیس اون که شب پس فر نمیمد، کلیپاش هم تلویزیون نشون داد و برام خیلی اومد و فوشای ناموسی اینا که حالا هیچی، چقدر این کسانی که مثلا به نوعی طرفدار ایران بودن، پرچم هنوزم هست، هنوزم مثلا طرف رفته رای داده، همیان میگن که شما در مورد کشتار ایران، شما در مورد فلان، هم گفت جانم فدای رهبر، جانم فدای، هی گفتن بی شرف بی شرف، اونم گفت باشه باشه هرچی شما میخواید بگید، بی شرف خودتونید، بی وطنا. ببینید من احساسم برای بود که آقای عمده‌دانا تو این شرایط قرار گرفته، الان جونش اصلا در خطره، ایران که دیگه نمیاد، هر جا بره یه تعداد از همین بی‌وطنای که خودشون بی‌شرفن میان اصلا طرفو یا اصلا ترورش. اولا بی‌وطن‌تر از واقعا کسایی که حامی جمهوری اسلامی هم نداریم دیگه، خودشون هم همچین اصراری بر وطن نمی‌کنن. ببینید نازل‌ترین تعریف همینه، قبلا آقا میری هم یه همچین تعریفی کرد دیگه، امیدانه احساس کرد ترسید و یعنی یکی از نازل‌ترین تعریف‌ها در مورد کسی که 5 بار در ایران زندان رفته، تا پای حکم اعدام رفته، در خارج از کشور محکم در عقیده خودش محکم استوار بوده، فیلم هم هست بارها به خاطر پرچم شروع خورشیدی که بردن بالا، حتی در سوئد شما دیدید برای اون مراسم چهارشنبه سوری که پشتش جریان کمونیستی بود، من شروع خورشید رو بردم بالا و اون شب بازداشت شدم، فیلمش هست اصلا درگیری ها در و بارها به من حمله کردن نیروهای کمونیستی در سوئد و بعدش هم محکم وایساده. بیایید این تعریف رو کنید که آقا مثلا یه اتفاقی، حالا اتفاق اصلی اون اتفاق بزرگ داستان، بعد مثلا اتفاق مهسا امینی رو تقلیل بدیم به بی تدبیری، کشتار 500 تا دختر پسر خوشتیپ و خوشگل کشورمونه به خاطر حق پوشش، اصلا اینقدر این حرکت به آدم فشار میاره، بعد اینو بیایم تقلیل بدیم به بی تدبیری صرفا، بعد تغییر این موضع ما رو اینو انتقال بدیم به آقا این فکر جونشه، آقا من جونم مگه خیلی رنگین تر از دختر پسرایی که تو ایران کشته شدن. حالا در مورد اینکه گفتید که پادشاهی موروثی، حالا الزاما هم این نبوده در ایران باستان یا اصلا در ماهیت پادشاهی ما الزاما بس موروثی بودنی، ولی فرقی شما هم یک داستان دیگه، اینا رو نمیخوام وارد شم، این تعاریفو نمیخوام وارد شم. اصل ماجرا که حالا ایشون گفت آقا خامنه‌ای دفاع می‌کرد و ما هم دیدیم این اوکیه، اینم خودش جالبه دیگه، من از اون ور میگفتم آقا خیلی جالب بود، میگفتم لعنت بر محمد درود بر خامنه‌ای، خیلی از اینا اومدن سمت من، یعنی اینم روشم بود، حالا اون وقت مخالفی نمیدونم، ولی یه بحثی که وجود داره. نه ببین یه اتفاقاتی رو من در یک دهه دیدم، نمیخوام توضیح بدم، همتون میدونید از بحری به این نتیجه رسیدم که آقا ما در اپوزیسیون در کی در سال 2016-17 بعد که دیدم رضا پهلوی اصلا توی دنیای دیگه است دیگه، توی دنیای دیگه است، مصاحبه میکنه مثلا با رسانه‌های عربی، جرئت نمیکنه خلیج فارس، ایشون یک بار به انگلیسی و اینا در هیچ مصاحبه‌ای با عرب‌ها واژه خلیج فارس استفاده نکرده، بعد خودش هم حالا فارغ از عقاید سیاسی درست یا غلطش، شخصیت خودش هم از نظر سیاسی یک شخصیت خونسا و غیر قابل جدی است، برای همین هم هست که شما میبینید مثلا ایشون میتونه بره در کنسرت ابی، میتونه ولنشه بره در چه میدونم مراسم تئاتر آقای فرخ نژاد، این از نظر اون کسی که کار جدی سیاسی میکنه میفهمه این قضیه یعنی چی، خیلی راحت میتونه مسافرت بره بدون با کمترین بادیگارد، میره قشنگ فرودگاه میتونه بیاد و همه جا راه بره. کسی که یک رهبر سیاسی جدی باشه اونم درباره حکومت جمهوری اسلامی نمیتونه اینقدر آزادانه بگرده، پس بنابراین جانش در خطر نیست. ماها که یک برنامه ساز یوتیوبی هستیم با یک تعداد مخاطب بالاخره مشخصی، نمیتونیم اینقدر راحت بریم بیایم، جایی میخوایم بریم بیایم دستگاه امنیتی پلیس اینا، بالاخره پلیس ضد تروریستی به من کجا میری چیکار جوری میری، مثلا میخواستم مادرید برم داستانهای خودم رو داشتم، آقا رستوران ایرانی نری، یا امکان داره یکی یه چیزی توش بریزه، در جمع ایرانی به این شکل نری، اگه خواستی بری حتما با چند نفر دوتا از دوستات باهات باشن فلان، یه سری تمهیداتی رو به ما میگن، این که دیگه بنده خدا رهبر و فلان و اینا شما میده کنسرت میده میاد فارغ از اون عقاید سیاسی، این نشونه چی میده؟ یعنی اصلا ایشون باش کاری نداره، کسی جدی نیست، یعنی از همینجا شما اون کسی که اهل فن باشد میفهمه که نمیتونه دنبال ایشون بره. شما یه مریم رجوی که داره کار جدی میکنه، شما دیدی تا الان در بین مردم
همون عبدالله مهتدی که یه مقدار جدیه نمیتونه اینجوری در جمع حضور پیدا کنه، یا آقای مصطفی هجری که مال حزب تروریستی کموله است، چه حزب تروریستی دموکراته، نمیتونه. بنابراین یه صحنه هایی رو دیدیم، حالا خیلی نمیخوام واضح کنم، یه سری واقعیت ها رو دیدیم، تصمیم گرفتیم آقا اگه شانسی داشته باشیم بریم خود این حکومت ها رو اصلاح کنیم. یه استراتژی چیدیم که آقا بریم مثلا بگیم آقا خامنه یه شاخه دمش گرم فلان، یه تأثیری هم رو خامنه ای بذاریم، بالاخره این میپیچه، یه تأثیری هم رو نیروهای دقیقاً مثل آقای فرشاد فروزش که وطن پرستن، ارتشیان، و اینها رو بتونیم روشون یک تأثیر ملی، اون بخش ملیتشون رو تقویت کنیم. خب طبیعی هم هست آقای فرشاد فروزش، ایرانیایی هم که در خارجن وقتی که من این کارو میکنم بخش قابل توجهی نفهمن، بگن یه جوونیه حکم اعدام داشته، الان به جای اعدام داره در خیابون‌های سوئد راه میره، وضع مالیش هم بد نیست، و تا دیروز هم انتقاد میکرده به رضا پهلوی، الان هم به این مرتیکه حرام لقمه خامنه ای میگه ایزد نشان. یعنی اینکه بدنه ای از اپوزیسیون شروع کنه منو فوش دادن که خب طبیعیه، بنده خدا حق دارن. یعنی من با آگاهی این قضیه اومدم، یعنی نبید شما همه آدم ها مسئله از خودمون نگاه میکنیم، مثلا میگی که خب این روش سیاسی که من الان پی گرفتم چون خودم و اطرافیانم میفهمیم چیه، انتظار داریم همه هم باید بفهمن. نه، طرف توی اروپا داره زندگی میکنه، اون چی نگاه میکنه از امیددانا؟ یه جوانیه که خیلی هم پرروه، جلو دوربین اومده حرف میزنه، تظاهرات میذاره، غیره میکنه، یه دفعه اومده منتقد رضا پهلوی شده، حالا هم هوادار خام، اون نگاه میکنه فوش میده. من بایدم اون چیزه، چون نفهمیده من دارم چیکار میکنم، اصلا شاید هم قرار یا من بعد تونستم مسئله رو انتقال بدم، یا به هر دلیل دیگه اون داره یک ظاهری رو میبینه که آقا این امیدانه جون میده که آدم عوضی باشه، چون از ایران اومده خیلی هم سریع میخواد همه چی رو تو دست بگیره، منتقد رضا پهلوی هم شده، هوادار حالا خامنه ای هم، اون ظاهر قضیه رو میبینه، دیگه نمیبینه من چقدر وطن پرستم و دارم چیکار میکنم، اون این قضیه رو نمیتونه ببینه. بنابراین بخشی از اپوزیسیون هم که خب از همون سال 2017، ببینید من از سال 2017 دیگه رسما جونم از بدنه ای از اپوزیسیون در خطر بود به خاطر این روش سیاسی. چرا من اومدم تا سال 2022 تا سپتامبر 2022 یه رفعه عوض بشم؟ میشه همچین چیزی؟ من که جانم از 2017 اینا در خطر بوده، از 2017 دیگه جدی جون من تو خطر بود. بخشی از اون اپوزیسیون که بالاخره حالا دستشون به دهنشون میرسید و آدم حسابی بودن، کلن شخصیت داشتن، اونها منو طرد کردن، گفتن ولش کن یه گروه بابای امید، ولم کردن. بخشی از اونها هم که دستشون تنگ بود یا عقدای شخصی داشتن یا وضعیت کاریشون بد بود، اون جنبه در حقیقت شخصی منو که حالا وضع مالی بدی ندارم و غیر و اینا یا هر دلیل دیگری، بهشون حسادت وارد شد و اونا حالا دیگه ول نکردن دیگه. یعنی اونا هم به خاطر حالا بیشتر از اینکه حملاتشون یا تهدیداشون علیه من جنس سیاسی داشته باشد، جنس حسادت بود. اینجا پرانتز باز کنم، همین بنده خدا شمال این جزیره این اصلا سیاسی نبود، رفته بود به ایرانی اینجا گفته بود که آقا چرا ما باید 17 سال 20 سال در مناطق فقیر نشین، در مثلا منطقه لاس پالماس و منطقه تفیرا و اینا، در اینجور جاها زندگی کنیم، بعد این پسری چی فلان فلان شده که داره با حکومت کار میکنه نیومده بره تو منطقه مثلا ملورنا یا ماس پالماس زندگی کنه. ملورنا مثلا میخوام براتون بفهمانم، مثلا فکر کن زعفرانی تهران میمونه، بعد این از اون جنس مثلا هست. یعنی یه بخشی که دیگه جون منو تو خطر مثلا می‌خواستن بندازن که بخشی از ظاهرشون اپوزیسیون بود، بیشتر از این که درگیری فکری داشته باشن به خاطر حمایت ظاهری من از این یارو مرتیکه لواط نشان، درگیریشون شخصی بود. ولی اون بخشی که اپوزیسیون با شخصیت بودن منو طرد کردن، گفتن این پسر امیدانا مزدوره، دیگه قطع ارتباط کردن با من. البته حقم دارم، ظاهر قضیه رو داره می‌بینه دیگه. شما چی فکر می‌کنی؟ امید دانایی است، جوان است، اومده خارج از کشور نقد داری میکنه به شاهزاده رضا پهلوی، حالا ظاهرا هوادار خامنه ای است، یعنی ظاهر قضیه منم باشم فوش میدم به امید دانا. اما اونایی که کارهامو دنبال کردن، نزدیک بودن، فهمیدن من چی کار دارم میکنم. یعنی من بر اساس بازی سیاست، بازی ممکنات است، من بر اساس ممکنات داشتم شطرنج بازی میکردم و این شطرنج در سپتامبر در حقیقت 2022 شما زدید زیر میز به خاطر مسئله اسلامی. بعد حالا بیاید کار منه که 5 سال جونم تو خطر بوده رو اینو نگاه نکنی، بعد از مهسا امینی این خط روایتی رو همشون برن بگن که از آقا میری بگه تا خیلی از این مذهبی ها این خط روایتی رو شروع کنن که آقا امید دانایه جونش تو خطر بوده بیخیال شده. عجب، بعد تو اون 5 سال قبل من جونم تو خطر نبود؟
این همه فیلمی که به من حمله کردن منتشر کردیم تو ونکوور، تو سوئد، تو همین جزیره قناری ماشین منو میومدن با تخم مرغ میزدن، تهدید میکردن و و و این همه چیزا رو آدم نبینه، بعد یک دفعه امیدانه از سپتامبر کنه دیگه آقا جونم تو خطره. نه آقا این حرفا نیست. اگر مسیرتون درست بود جونمون، آقا گوش ما جونمون رو به قول فردوسی بزرگ میگه که چو ایران نباشد تن من مباد در این بوم و ورزن زنده، یک میگه تن من مباد اگه ایران نباشد. بعد من میام فکر جون آقا منی که رفتم تا ببین شما یه بار زندان بری جوگیریه، دیگه بار دومش سخت بگی جوگیریه، بار پنجمش که دیگه اصلا نمیتونه جوگیری باشه، یه عقیده پشت قضیه. من 5 بار تو ایران زندان رفتم بابا، بی انصاف چند مدت زیر حکم اعدام بودم، بعد من بیام مثلا از زیر حکم اعدام بیام خارج از کشور در آزادی، وقتی که میام یک حمایت ظاهری از خامنه‌ای میخوام، حتما یک نقشه پشت سر داستانه. وقتی که شیر و خورشید پشت سرمه، من این آرمه بعد از مهسا امینی شکل گرفته، نه این تاجی که انداختم گردنم تاج پهلویه، تو من هوادار سیستم پادشاهی ام دیگه، این تاجی که من انداختم این آیا بعد از مهسا امینیه؟ نه، من اون موقعش هم که رضا پهلوی رو نقد میکردم تاج پدرش گردن من بوده. بخیر من این تاجه و این شیر و خورشیده، این فر و حرک خالکوبی کردم رو بازوم، که این خالکوبی که اصلا قبل از تتلو 20 سال روی بازومه، این فضای ملی که من داشتم که قبل از مهسام بوده، در اوج اینم که داشتم میگفتم این خامنه‌ای پدر سوخته، نمیگفتم آیت الله اینا، خود خودم این عزت نشاه که در کنار شیر و خورشید و فر و هر این یعنی داشتم شماها رو میکشوندم تو ملیت، خودم نیومدم. اینو اپوزیسیون نفهمید بخشش که منو فوش دادن، اینا هم نمیخوان بفهمن، چیز عجیبیه واقعا. این بخشم نمیخواد بفهمه آقا ما بحثمون ایران است، ما برای ایران هر کاری میکنیم. اما در اتفاق سپتامبر 2022 اخی شما بچه های مردم به خاطر تنبان نداشته فاطمه زهرا به قتل میرسونی، امنیت ملی ایران رو گره میزنید با چادر زینب، باز انتظار دارید که ما اون استراتژیمون رو دیگه امیدی نداشتیم به اون دست دیگه اون استراتژی ما چون یه استراتژی چیدیم شما رو بکشونیم سمت ملیت، نه اینکه یواش یواش مثلا به خاطر 4 تا لایکی که بچه مذهبی ها میدادن، یادتونه دیگه من برنامه زنده اجرا میکردم 2-3 ساعت بعد به 100,000 تا بازدید میرسید، نه اینکه این بازدید ها و لایک ها مزه بکنه به من که بعد من برگردم بعد از مهسا میگم اوکی حالا همچنان به دیگه. عملا من به بچهای تیم گفتم، به پارسا، به خیلی از بچه گفتم، گفتم از اینجا به بعد اگر ما ادامه بدیم با حکومت، این دیگه ما نیستیم که اونها رو میخوایم بکشونیم تو خودمون، اونها هستن که ما رو دیگه سید کردن، اونها هستن که دیگه از ما سواری میگیرن، ما مجبور بودیم دیگه از نظر عقیدتی قطع کنیم، نه از نظر امنیتی. از نظر امنیتی که ما قبلش هم تو خطر بودیم الان که بیشتر تو خطریم، الان که تروریستای جمهوری چون اپوزیسیون که بخش قابل توجهشون در خارج از کشور لب و دهنن، لب و لوچن، تفلکی‌ها بالاخره مثل همه ماها باید کار کنن، زندگی کنن، بخش کمیشون هم اینا وابسته هستن به پول‌های اولا سرویس‌های بیگانه، دیگه پولی هم نمیدن، پولی هم بدن در حوزه رسانه در سطح سعودی نشنال میدن، چون باید کار کنن، اینا همچین گروه سازمانی ندارن که بخوان ما رو ترور کنن. الان که جونمون بیشتر تو خطره، چون شماها دارید خرج میکنید برای ترور افرادی مثل ما. حالا نمیخوام بازش کنم چه اتفاقاتی تو بلژیک و توی داستانهای دیگه و تو همین اسپانیا و همین الان چگونه دارید به گروه های باندای تبهکار پول میدید که اسامی چند تا از ما هم تو لیست ترورتونه، خودتون هم علنی گفتید که امیدانا رو میکشونیم اینه. این از این قضیه، یعنی این بحثو تقلیل ندیم که آقا اینا جونشون تو خطره، نه آقا ما یه مسیری رو خواستیم بریم، تشخیصی دادیم، برای تشخیصمون هزینه هم دادیم. اینی هم که اپوزیسیون ما رو مثلا تو خطر انداخت و فوش داد، ظاهر امرم اونا حق داشتن دیگه، چون میدونن من یه امید دانایی اومدم و دارم نقد به رضا پهلوی میکنم گرفت اینا، اونم یه بخشش هم حملاتی که جدی ترم شد شخصی بود از این اپوزیسیون، چون بیش از اون چیزی که نمود عقیدتی داشته باشه بخشی از اپوزیسیون خب زندگیشو از دست داده، در واقع یه بنده خدای دهولم و وضع مالی خراب اینا، خب این عقده برداشته بود از من، یا همین بنده خدایی که تو همین شمال جزیره است 18 سال وضع مالی خراب با 1200 یورو داره زندگیشو میچرخونه، یا یکی دیگه اصلا بنده خدا در فرانسیسکو زندگیش میدونی به مشکلات زیاد خورده، بنده خدا سرطان گرفته بوده، به زور تونسته نجات پیدا کنه، الان 55 سالشه، ازدواجم نکرده، سریدار یکی از این چیزاست، بعد اینا به زندگی منو میدیدن فشار بهشون میومد، یعنی یک بخشش هم شخصیه از جنس سیاسی نبوده. اینو خواستم بگم، حالا ادامه صحبت های آقای فروزش رو داشته باشیم. ولی دیدم که ترجمه میره یه تعداد از همین
ایراتنای که خودشون بیشتر اینم نکته ای که هستش ایرانیه این در خارج از کشور حتی منو فوش دادن نباید بشه گفت اعتماد به انقدر وطنشو دوست داره که دست کم داره یه فوشی هم به ما میده دیگه اونجوری فکر میکنه اونی که دیگه ببین اگر هم مردمی هم که بیوطن شدن مقصر این حکومته ولی اون بیوطنی که میگه اصلا دیگه فارسی هم صحبت نمیکنه تو خارج از کشور اصلا فوش فارسی بلد نیست بده دیگه چون بخش جدی از ایرانی‌ها در خارج از کشور رفتن اصلا دیگه غرق شدن در جوامع میزبان یعنی اصلا دیگه فارسی صحبت کردن یادش رفته که حتی بخواد فوش کشدار بده دست کم اون اپوزیسیونی که به ما فوش کشدار میده انقدر بالاخره هنوز وطن پرست هست که 4 تا فوش خارمادر بلد باشه که به ما بده یعنی این اینم که مثلا این حامیان جمهوری اسلامی بقیه رو بی وطن این بانا فشار به خدا بی وطن تر از خامنه ای و اطرافیانش و حامیانش وجود نداره منظورم شما نیستید آقای فروزش من به همه ارتشی ها احترام میدارم شما ارتشی هستید برای من قابل احترامید و میدونم که با وجود اینکه مجبورید دو پهلو صحبت کنید این حرفا هم بزنید و باج بدید به این اسلام اهریمنی با این وجود اذیتتون میکنن ولی من اون افراد عقیدتی ریشداری که حامی این حکومت هستن اینا بی وطنن آقا یعنی ایرانی که در خارج حتی اینایی که الان منو گفتم که چیزا منو فوش دادن تهدید کردن خب این تفلکیه بالاخره اینقدر وطنشه بالاخره داره دنبال میکنه که بدون یه امید دانای برنامه میسازه اصلا خوبه یا بعد فوش بده از این منظرم ما نمیتونیم به این مردمی که در خارج از کشور فوش دارن میرن بگیم بی وطن که میان اصلا ما بی وطن تر از شیعه نداریم طرفو یا اصلا ترورش میکنن ولی دیدم که به صورت باز همین تو یوتیوب که داشتم بارگذاری میکردم کلیپ هایی که پیشنهاد داد جزء این فیلم های کوتاهش بود دیدم که نه متاسفانه مواضعش تو خیلی کلا برگشت و ببینید دوستان پا رو حق نمیشه گذاشت الان ایشون مثلا دیدم تو همون فیلم کوتاهش گفت که نمیدونم هشت و شبیه تروریستی من طرف اسرائیلم من ببین چجوری شما میتونی طرف اسرائیلی باشی که بیش از 40,000 زن و بچه و کودک رو قتل عام کرد و هر روز دارید اصلا تمام دنیا دارن واکنش نشون میدن اتفاقا کم واکنش ترین کشور در دنیا ایران بود یعنی دیگه شلوغ ترین تظاهرات ضد اسرائیلی در انگلستان انجام شد مردم زنجیره انسانی در استرالیا تشکیل دادن که کشتی های اسرائیلی نیاد به ساحل آمریکا ببینین چی شد دانشجویان آمریکایی با همون لباس خیلی عادی باز نمیدونم فلان اومدن پرچم ببین آی فروتش من میفهمم شما مجبوری تو ایران برای که کار کنی یه باجی بدی یه دو تا فوش به اسرائیل بدی و این حرفا رو بزنی خب من به نظرم آدم حرف نزنه بهتر از اینه که مجبور باشه که اینجوری این سخنان رو بگی اولا صحبتی که ما مطرح کردیم گفتیم که ما طرفدار اسرائیل نیستیم در موضوع باکو هم میدونیم اسرائیل چی کار میکنه ما حرفمون خیلی مشخصه گفتیم به صورت سلبی شما این بخش سلبی منو حذف میکنید تحریف در سال من گفتم ما به صورت سلبی اولا ما که نقشی نمیتونیم تو جنگ اسرائیل داشته باشیم چه طرفدار باشیم چه دشمن الان شماها که دشمن اسرائیل هستید فرض کن من طرفدار اسرائیل نه من طرفداریم تأثیری تو اتفاقات جنگ داره نه طرفداریه چون نه ضدیت شما با اسرائیل تأثیری داره الان اصلا نه تو شما الان خامنه ای طرفدار یا ضد اسرائیل تأثیری مگه داره الان دشمنیه مثلا خامنه ای چه تأثیری داشته تأثیری نداریم تو جنگ ما اومدیم یه واقعیت دیگر رو دیدیم گفتیم به صورت سلبی از اخبار اسرائیل رو در حقیقت پتک میکنیم میزنیم تو سر بچه مذهبی که کلی ادعا داره اعتماد به نفس بچه مذهبی رو با بولد کردن اخبار اسرائیل در حقیقت میگیریم برای اهداف خودمون چون اگر اعتماد به نفس بچه مذهبی بالا باشه گشت ارشاد و امر به معروف و اذیت و آزار دختره ایران زیاد میشه یعنی در اصل قضیه حبی به اسرائیل اینجا وجود نداره بغض تو هست و البته یک سری واقعیت های میدانی هست و در چارچوب استراتژی هست که دست کم من امید دانا در چارچوب استراتژی و سلوی دارم از اسرائیل استفاده میکنم که تو سر شما بزنم اما در بخش ایجابی قضیه شما میگید آقا چطور میشه آدم از 40,000 نفر یه حکومتی که 40,000 تا همینجوری 40,000 تا ببین این حرفا دیگه تکراریست من نمیخوام اسرائیل همینجوری رفت 40,000 تا رو کشت تو 40,000 تا رو دیدی دمت هم گرم جناب فروزش شما 40,000 تا رو دیدی زد کشت ندیدی که حماس اینا رو سپر انسانی قرار داد ندیدی که قبلش
حماس در 5 ساعت 1200 نفر کشته. به قول خودت بعد از 11 ماه اسرائیل 40,000 تا رو کشته دیگه. خود حماس کجاست؟ تو زیر زمینه. آیا حماس میخواست اسرائیلیا رو بکشد؟ بله میخواست، نتوانست. ولی که اسرائیل اینا رو مردم رو برده توی در حقیقت پناهگاه. تو چطور از حماس میتونی دفاع کنی؟ حماسی که تو 5 ساعت 1200 نفر رو کشته. شما 5 ساعت 1200 نفر رو یه آمار بگی چند چقدر میشه؟ بعد بیا ببین تو 11 ماه 24 ساعت اسرائیل 40,000 تا. اگر حماس میتوانست بر اساس و معیار اون چیزی که داریم 500,200 نفر، آیا نسلی از مردم یهود در اسرائیل باقی میمانند؟ حالا سوال اینه، تویی که از یک حکومت، از یک جریانی که تو 500,200 نفر، نه تنها آدم، نه زن و بچه، نه فقط صرفا پیر زن پیر من، نه کودک و غیره، به سگ و گربه و دامهای اینها هم رحم نمیکنن. دامهای اینا رو میکنن. دست کم همون اسرائیل. اینجا دارم بحث ایجابی میکنم، بحث سلبیشو که گفتم چرا ما داریم سیستم رو چینیم، اما در بحث ایجابی همون اسرائیلی که تو میگی بارها اومده حماس رو بزنه، دیده اینا سوار یه خر، مثلا یه گاری که خر داره میبره سلاح کرده، جوری اون گاری رو زده که خر زنده بمونه. بعد تو میری از حماس دفاع کنی، چطور میشه؟ میبینی این 40,000 نفر آدم ببینه، ولی اون 1200 نفر تو 5 ساعت نبینه. بعد همین 40,000 نفر هم نبینه که حماس سپر انسانی. آیه فرشاد فروزه، شما یک نظامی با شرف هستید، من به عنوان یک نظامی با شرف از شما سوال میکنم، کشور تو جنگ باشه، شما با لباس نظامی جلوی زن و بچه من وای میستید که بتونید که با بدن خودتون، با فیزیک تن خودتون از زن و بچه من دفاع؟ من اینقدر مردانگی و شرف در شما ارتشی ها میبینم، با وجودی که من سر تا پای حسینتون رو فوش میدم، پاش برسه توی فرشاد فروزش جلوی مادر و خواهر و زن و بچه من وای میستی که تیر به تو بخوره؟ اینقدر شرف تو شما ارتشی ها میبینم. با لباس ارتشی وای میسی این کارو میکنی. سوال آقای فتح، شما اهل فنید دیگه تو بخش نظامی، سوال، حماس آیا این کارو کرده؟ حماس آیا با لباس نظامی جلوی زن و بچه در حقیقت غزه‌ای وایساد تا تیر به اون بخوره؟ نه این کارو نکرد حماس. چطور میتونی از جریانی دفاع کنی که با لباس شخصی پشت زن و بچه قایم شده؟ شما نظامی بهتر میفهمید چی میگم. اما اسرائیل چیکار کرده؟ من از اسرائیل گفتم دفاعی ایجابی ندارم. دفاعی که من از اسرائیل دارم میکنم، اولا دفاع کردن من نکردم، من فرقی نداره. اخبارشو دارم استخراج میکنم که گفتم بتونم باهاش اعتماد به نفس بچه مذهبی رو بگیرم. حبی هم وجود ندارد، از بغض تو استراتژی چیدیم، خیلی صریحا و صراحتا هم گفتیم. اما در چارچوب ایجابی، همون اسرائیل با همه این حرفایی که میزنی، سربازاش با لباس یونیفرم و اینا جلوی زن و بچه خودشون وایسادن و گلوله میخورن، خودشون رو سپر قرار میدن. و خیلی از زن و بچه های غزه هم بارها توی گیر کردن تو کوچه پس کوچه، فیلماش در اومده که نجات دادن. اینا بحثای روشنیه، ولی من میفهمم شما چرا دارین این کارو میکنید. خب نکنید، مجبور نیستید حتما. ببین آدم حرف نزنه، من شرایط ایرانو میدونم. این حرفی که شما میزنید چه فایده ای داره؟ برای همینم هم هست. خب بعد از این همه سال برنامه میسازید، مخاطبی رو بالاخره، دلیل چیه فروزش؟ نوار خالیه دیگه. وقتی که شما نمیتونی، حقم دارید، وقتی که منم الان در ایران باشم، نمیدونم من برای چی اومدم خارج. منی که عاشق وطنم، 4 بار زندان رفته بودم، یه دوستی داشتم در فرانسه، مثلا اینا، گفتم بیا، گفتم من نمیام، من ایران ترک نمیکنم. چندین بار پیشنهاد شد ایران، گفتم نه آقا من هنوز میتونم تو ایران کار کنم، ترک نمیکنم. بعد از زندان آخرم متوجه شدم دیگه نمیتوانم کار کنم. بعد از زندان آخرم متوجه شدم عرصه به من انقدر تنگ شده، نه تنها از سمت نظام، از سمت کسانی هم که قبلا در ایران خود علنی کار میکنن، اون طفلک ها خب دیگه میدونن آقا من زیر نظرم اینا، و اصلا دیگه جایی برای مانور من نیست. برای که بتونم حرف درست بزنم، مجبور شدم این فشار مهاجرت رو به خودم تحمل کنم. آیه فروزش، من میفهمم نمیتونی حرف بزنی، خب نزن، چون بزنی، اینجوری بزنی وقت تلف میشه، داری نوار خالی پر میکنی برادر من. این نوار خالیه، این حرفا نوار خالیه، این صحبت ها صحبت های غیر قابل اعتناییه. اینو به خیلی از جامعه شناسایی در داخل ایران میگم، آقای بیژن عبدالکریمی حرف نزن قربونت برم، خود داری نوار خالی پر میکنی. آقای محمد فاضلی، خیلی از شماها وقتی که شما مجبوری در داخل ایران یه چیزی بگی، نه سیخ بسوزه نه کباب، خروجیش میشه حرف مفت. خب نکنید، ولی چی میکنید؟
میدونم الان بالاخره میخواد برای وطنش یه کاری کنه، شماها وطن پرستید، ولی وقتی که هنوز ببین شما یه زمانی طرف دیگه مثل توماج صالحی، حالا من 100% باش موافق نیستم، ولی مثل توماج صالحی، مثل سپیده رشنو، مثل حتی سپیده قلیان که چپه، بابا من که دیگه ملی‌گرا، ولی چپیه که دیگه میگه من میخوام حرفمو بزنم، در قالب چپ حرفاشو میزنه، هزینه میده. شما که نمیخواید اون هزینه ها رو بدید، خب نزنید، به خاطری که خروجی حرفتون یه حرفی در میاد که نه سر داره نه ته داره و غیر قابل اعتنا، غیر قابل واقعا بررسی و آنالیزه. چون من الان میدونم که شما صحبتایی که داری میخوای نوار خالیه، من الان به کجا حمله کنم؟ اگه بدونم یکی ابدان شما وحید خزامیدان رو من میام پاره میکنم، چون اون داره دیگه رو عقیده‌اش حرف میزنه دیگه، عقیده‌اش عقیده‌ای که چرند است. ولی وقتی ما با این طیف افراد مواجه میشیم که به خاطر اون شرایطی که تو ایران هستن بعد دو پهلو صحبت کنن، آدم نمیدونه چه جوری باید بپردازه. نمیشون انداختن شفیه فلسطینی کرده میشون انداختن، یعنی گفت بله من بدنم اوریانه ولی مغزم اوریان نیست. چه خیلی عادی باز نمیدونم فلان اومدن پرچم فلسطین گردنشون انداختن، شفیه فلسطینی گردنشون انداختن، نوار خالیه اینا. یعنی گفت بله من بدنم اوریانه ولی مغزم اوریان نیست. نوار خالیه دیگه. بعضی ها بدنشون لخته، بعضی ها ذهنشون لخته، مغزشون لخته. یه مثال خیلی جالبی بود که این شخص اینا صحبت‌های دیگه اینستاگرامیه دیگه، قربونتون برم، اینا دیگه حرفای اینستاگرامی از این ویدیوهایی که بلاگرا میزنن. میگم این صحبت‌ها در شأن شما نیست. بعد شما به من میگی که چرا از اول من از اسرائیل دفاع نمی‌کنم، گفتم سلبی، ولی شما به من میگی چرا از اسرائیل دفاع می‌کنی که دگری می‌کشد، اون وقت خودتون از حکومتی دفاع می‌کنید که خودی می‌کشد. جمهوری اسلامی کیا رو کشت؟ 500 تا دختر پسر ایرانو کشته. اسرائیل کی رو کشته؟ به قول خود داره فلسطینی میکشه. شما همین اسرائیل رو نگاه کن با مردم خود چطور برخورد میکنه. در وسط جنگ دارن میگن نتانیاهو برو گم شو، دارن فوش میدن. نتانیاهو دیدی امو چه سخنرانی کرد؟ از نظر ببین اینجا از نظر الگو برداری من دفاع میکنم، یا آقا کاش که ما یه الگویی مثل نتانیاهو داشتیم. امو دیدی چی گفت؟ اومد جلوی دوربین بغضم کرده بود آقای نتانیاهو، برگشت گفتش که حالا فردا اگه دوبله شد اینا چیزش میکنیم. گفتش که من هر روز دارم دیدارهایی میکنم با خانواده گروگانها و قلبم تکه تکه میشه، بغضم کرده بود. گفت من دارم میشنوم که خیلی از این خانواده گروگانها چه حرفایی علیه من میزنن. گفت من اونا رو قضاوت نمیکنم، اونا حق دارن. همین خامنه ای پوفیوز تو هر صدای مخالفی رو منتسب میکنه به دشمن. یک بار دیدی در وسط جنگ نتانیاهو حتی با وجودی که بخشی از تظاهرات‌ها رو چپگراهای افراطی علیهش داره سازماندهی می‌کنه، حتی به اون چپگرای افراطی نگفت دشمن، و اونم مردم اسرائیله، به رسمیت شناخت. اون وقت از حکومتی دفاع می‌کنی که مردم ایران رو به رسمیت نمی‌شناسه. آقای فرشاد فروزش، قربونتون برم، این رگ گردن غیرت و کلوف گردن رو به جای حماس تروریست و مردم غزه ای که برای کشتار روستانشین های مرزهای 1948 لحظه ای که در 7 اکتبر اسیرا رو می آوردن، گروگانا رو می آوردن، خوشحالی میکردن. برخی از این گروگانا که دست حماس بود توسط همین مردم مظلوم غزه قبل از اینکه برسن به مخفیگاه ها در تونل ها در خود خیابان های غزه کشته شدن. شما به جای رگ گردنتون که بخواید کلوف کنید برای این افراد تروریست که فضاشون روشنه، افکارشون مشخصه و اینقدر کثیفن، در وسط جنگ غزه 60,000 نفر خودشونو باردار کردن، می فکر کنم بمب داره میاد اینا باردار میکنن برای چی؟ برای عقاید غلط اسلامی خودشون. شما رگ گردنتون رو کلوف کنید که پاکستانی‌ها و افغانستانی‌ها در ایران به دختر من و شما تذکر حجاب ندن. الان دیگه کار رسیده، پاکستانیه داره در ایران به دختر من و تو تذکر حجاب میده. رگه گردن و کلوف کنی علیه بهاره جنگ روی که داره به پاکستانی ها و افغانی ها یاد میده که چگونه برید تذکر حجاب بدید. نمیفهمم. فلسطین بازی نون و آب نشد به خدا. نام اکبر انگلیس که تو بمه یا خونه درست کرده گردشگری، اون به من گفت. بعدم که آیه چی قربونتون برم، ببین آیه فرشاد فروش، شما میگید آقا در دنیا زن و زنای مثلا آمریکایی سر و بدن لخت اومدن دفاع کردن از فلسطین. آمریکا مگر به این زنان به خاطر نوع پوشششون و به خاطر لختیشون چشمشون رو در می آورد، ساچمه می زد تو چشمشون؟
دیگه اینا وقت نداشتن برای دگری بیان تظاهرات کنن بگن آی مثلا مردم فلسطین مجبورن دیگه کلاه خودشونو بگیرن. نمیشه که چشم دختر مردم رو با ساچمه در بیارید، ماها رو بندازید زندان، اعداممون بکنید، چند روزه 20 روزه اعدام کنید فلان، ولی چرا دفاع نمیکنید از مردم مظلوم فلسطین؟ اذیتمون نکنید تو رو خدا. اینا شوخیه، این فضای فلسطین بازی که بعضی بر همین مردم ایران هم تو دهن این قضیه زدن. من خطابم به شما نیست، من خطابم به شما فقط اینه که من میگم شما نمیتونید صحبت کنی، نکنید. این نوار خالی پر کردن برای شخصیت خودتون خوب نیست، این بگم بهتون، برای شخصیت خودتون خوب نیست. من کاری که کردم قبل از مهسا امینی یه استراتژی داشتم، کل ایزد نشان و خامنه اینو هزار بار استراتژی داشتم، درست یا غلط. بعد از اتفاق مهسا امینی اون استراتژی رو گذاشتم کنار، درست یا غلط، ولی براش منطقی دارم. کاری که شما، ولی منطق سیاسی هم برای هر دوتاش دارم، ولی کاری که شما میکنید این توش دیگه منطق سیاسی آدم نمیبینه، منطق در حقیقت شرایط فیزیکی، قرار گرفتن شرایط فیزیکی تونه که مجبورید چون جمهوری اسلامی الان جلوی کارتون رو نگیره یه استخون بندازی جلوی فلسطین، یه استخون بندازی جلوی باورهای تشیع که یه دوتا ایران ایران کنید. خب این فایده داره به نظرتون؟ خروجیش مثلا مفیده به نظرتون؟ نمیدونم، شاید هم باشه. نظر من اینه که این کار نوار خالی پر کردن و آب در هاوان کوبیدنه. نظر شما حالا چیه؟ نمیدونم. مغزشون رکته. یه مثال خیلی جالبی بود که یک شخصی به نام اکبر انگلیس که تو بمه یا خونه درست کرده گردشگری، اون به من گفت و همیشه الان میگم من بعد ذکر بکنیم، گفت بعضی ها بدنشون لخته، بعضی ها ذهنشون لخته. بله این زن آمریکایی شاید بدنش لخت باشه ولی فهم و درک و شعورش لخت نیست. حالا اینجا دیگه داره حمله میکنه به این تنده مذهبی. حالا اونجا به ما چیز کرده؟ ببین این دوگانه بازی هست دیگه، خروجش مفید نخواهد بود تو این شرایط رادیکالی که شکل گرفته بعد از مهسا امینی. گفتم هر نوع گفتمان واسطه دیگه در حقیقت وقت تلف کردنه. آقای امید دانا جانم، من هیچگاه طالب شما توهین نکردم و نخواهم کرد. درود بر شما. ولی خورشید همیشه خورشیده، چه پشت به خورشید بایستین چه رو به خورشید. کاسه توالت هم همیشه کاسه توالته، چه شما دو زانو روش بشینید چه مثل توالت فرنگی باستنتون روش بذارید. حسین و باورهای اسلامی و حماس و فلسطین و اینا در نگاه من کاسه توالتن. حالا چه کاسه توالت اسلامی باشه که دو زانو بشینی، چه کاسه توالت فرنگی باشه بشینی، در هر دو حالت باید توش ببخشی، آدم کار خرابکاری کنه دیگه، باید خوش خالی کنه. خورشید اینا رو ولش کن، شما در مورد کاسه توالت صحبت کن. باورها، شما صورت حسین رو با خورشید یکی میکنی، من با کاسه توالت یکی میکنم. ببخشی شرمنده، منم شما دارید به من میگی که منم دارم بهتون میگم. شما میگی خورشید خورشید چه پشت رو وایسید، منم میگم کاسه توالت کاسه توالته، حالا هر جور دلت میخواد توش بشین. خورشید سر جاشه، اون نور خودش رو داره و تاریکی همیشه تاریکی. دقیقاً کاسه توالت کاسه تو بوی خودش رو داره، همیشه بوی خودش رو، هر چقدرم خوشبو کننده بذاره تو توالت بالاخره اون کاسه توالت بوی خودش رو داره. حالا هر چقدرم شما توی توالت چراغ روشنایی کن، توی کاسه توالت تاریک است. بله تاریکه، ظلماته، ظلم همیشه ظلمه. اینا دیگه شعار شعره، خدا جدی منم بلدم این شعار شعر را زیاد بدم، کاری ندارم این ظلم در جمهوری اسلامی انجام میشه یا در اسرائیل انجام میشه، ولی من در جمهوری اسلامی نمیتونم اون اعتراض را بکنم، حقم دارید. خب نکنید کلا. من نمیتونم در مورد 500 تا دختر پسرمو که به خاطر پوشش به قتل رسوندن حرفی بزنم، اما در مورد اسرائیل میتونم حرف بزنم. خب حرف میزنم. این کار فاقد ارزشه، چون من در جمهوری اسلامی که بودم شعار دادم مرگ بر اسد ولدفقیه، هزینه دادم، 5 بار زندان رفتم، در خارج از کشور به خاطر کشورم که اومدم یه استراتژی بچینم و آگاهانه اومدم اون استراتژی رو چیدم که در ظاهر از شما دفاع کنم. میدونستم ایرانیای خارج از کشور بعضن به حق قصد جان منو میکنن و کردم، و چه فشارهایی کشیدم، چه فشارهایی از بالاخره پلیس و دستگاه امنیتی در چند کشوری که زندگی کردم، اینا بیکار نشسته بودن، جلساتی و داستانهایی و من مقاومت کردم، یعنی هزینه دادم.
جز معدود بارایی بعد از مرگ مهسا امینی از نظر سیاسی موقعیت فیزیکی من با اون کشور، حکومت اون کشوری که توش دارم زندگی میکنم، یه جورایی دیگه در تضاد نیست. البته خود داستان مهسا امینی، این چنج شدن استراتژی ما، خب از نظر اقتصادی و خیلی از مسائل ضررهای خیلی زیادی به من داشت، علاوه روحی روانی اینا، ولی جز معدود بارایی، اونم به اجبار. حالا چون نمیخوام لج کنم که بگم آقا ببینم حکومت چه چیزی داره، چه خط و مشی داره، من قطعا باید خلاف اون جایی که زندگی میکنم در حقیقت چیت باشم، چون بگم آدم خاصیم. بعد از اتفاق مثلا جو واقعا جز معدود بارایی ها که مثلا من خط مش سیاسی در تضاد با اون حکومت و فضایی که دارم زندگی میکنم نیستش دیگه. ولی در ایران خب خط و مش سیاسی من مرگ بر اسب ولایت فقیه بود، تضاد داشت با حکومت. در خارج هم اون استراتژی ما تضاد داشت با جو عمومی خارج. بعد از مهسا امینی دیگه اجباری دیدیم که نه، واقعا دیگه کاری دیگه نمیشه کرد، دیگه ما باید بریم تو خط انتقام گیری. و این حضرات ایران رو نابود کردن با این سطح از آوردن افغانی ها، اینا که حالا بحثایی که دیگه قصه حسین کرد شبستریه که نمیگم. بفهم آمریکا انجام کاری ندارم، این ظلم در جمهوری اسلامی انجام میشه ولی اعتراض نکردی، اسرائیل انجام میشه ولی اعتراض نکردی، آمریکا انجام میشه، اصلا مهم نیست. ظلم هر کجا بشه ظلمه. آره، ولی مهم است که شما کجاشو اعتراض میکنی. در جایی که فیزیکی دارید زندگی میکنید، اونجا چون حکومت دارد ظلم میکند، شما به خاطر که فیزیکتون در اونجا هست اعتراض نمیکنید؟ نه تنها اعتراض، بلکه شغل دولتی دارید دیگه، ارتش اینا بالاخره تو دولت و حکومتید دیگه. ولی در اسرائیل در یک جای دیگر، چون هزینه ندارد براتون، هزینه چیزی ندارد و اتفاقا حکومت هم ضد اسرائیلی است، اونجا اعتراض میکنید. بفرمایید. نباید ظلم کرد. دقیقا. اینو به خامنه ای بگو، اینو به خود حکومت بگو، میگی به اون مرشد بزرگتون بگید و نباید از ظلم حمایت کرد. دقیقا. اینو به خودتون دیگه بگید، برای خیلی از حکومت جمهوری اسلامی دفاع میکنید. نمیتونی علیه ظلم صحبت بکنید، بیشتر جون ترسیدی فلانه بیشتر، اما از ظلم هم حمایت نکن دیگه، از زمین به آسمان میبارد. اینا رو به خودتون بگید، قربتون برم. اتفاقا الان در اسپانیا شما سرتاپای اسرائیل رو فوش بدی بدم نیست براتون، چون تو اسپانیا الان مخالف زیاد داره اسرائیل. ما پیام رد و بدل میکردیم چون شما طرفدار حضرت آقا بودید. شما که اولش گفتیم ما کلا تا حالا ارتباطی نداشتیم، حالا میگی پیام رد و بدل میکردیم. طرفدار یا آدم چی بگم، اتحاد ایران بودی، ضد این قومیت های پان بودی، حالا چی شد که 180 درجه عوض شد؟ و هیچی، مرض داشتم. اتفاق مثلا شب خوابیدیم صبح پاشدیم گفتیم آقا مثلا بورس سیاسی الان کدومش بهتره؟ آگه من گفتم آقا پیشنهاد بهتری دادن به هم، گفتم آقا بیا الان فوش بده به جمهوری اسلامی پول بهتری میگیری. این که میگی چی شد یک دفعه، واقعا توهین به شعوره. آقا نکنید، نیایید جلوی دوربین تو رو خدا. این حرفو که میزنن چی شد یک دفعه، اولا یک دفعه دو سال الان طول کشیده، چی شد یک دفعه هم نبود، همون فرایندم هم بود 4 ماه طول کشید. یعنی 4 ماه اول داستان مهسا امینی من خیلی تلاش کردم که بتونم یه جایی رو بگم بخشی در حکومت باز همچنان بشه یه کاری کرد، که اونم البته یه تعدادی از دوستان مشاوره غلط هی به من میدادن تو اون داستان، چون فضا سنگینی بود، مشاوره غلط هم میگرفتم، اما دو سه تا دوستامون خیلی مشاوره غلطی دادن تو اتفاق مهسا امینی، حالا کاری ندارم. ولی بگنه من شمشیر رو خیلی جلوتر باز بسته بودم، شمشیری که دیگه سر داستان اعدام محسن شکاری دیگه گفتم آقا من دیگه نیستم، یعنی دیگه به اون دوستانی هم که مشاوره غلط میدادن گفتم من دیگه نیستم. و این جمله خیلی واقعا به آدم فشار میاد، چی شد یک دفعه؟ ما پیام رد و بدل میکردیم چون شما طرفدار حضرت آقا بودی، طرفدار اتحاد ایران بودی، ضد این قومیت های پان بودی، حالا چی شد که 180 درجه عوض شد؟ و آدم یعنی خون مهسا امینی تو چششون نمیاد، هیچی نیست، اما 40,000 نفری که معلوم نیست حالا چی بوده اینا تو غزه، اون تو چششون میاد. تو اگه خون مهسا امینی رو دیده بودن، خون نیکا شاکر امینی رو دیده باشه، کسی نمیگه چی شد. من باید بپرسم چی شد که شما عوض نمیشید؟
من خونهایی که ریخته شده دیدم و دیدم حکومت به خاطر پوشش داره، نه به خاطر امنیت یا هر چیزی، داره امنیت ایران را فدای پوشش در حقیقت اسلامی میکنه. من شمشیر از رو بستم، معلومه چی شد. من اون غیرتم رو دختر ایرانی اجازه نداد. هر چقدر من پول میگرفتم از جمهوری اسلامی، نمیگرفتم، هر چی که شما میگید. اصلا شما بگو من پول میگرفتم از جمهوری اسلامی، استراتژی هم نداشتم. آقا وقتی که دیدم دخترای ایران دارن کشته میشن من برگشتم. حالا میخوای بگی آقا نه تو ترسیدی، الان مثلا اینایی که برنگشتن مثل علی علیزاده و نجم محمد علی و پروین زمانی و آقای این سجادی که خیلی از این مخاخه اینا بعضیشون میگن آقا بس جون و اینا بود، بعضی از اینا که تو اپوزیسیون، شما ایزان اپوزیسیون الان پشم آقای سجادی رو تونستی بخوری، پشم این خانم پروین زمانی رو تونستی بخوری، پشم این علی علیزاده رو تونستی بخوری. کاری خارج اقامت خارج، منم اقامت سوئد دارم، کاری با من نمیتونست کسی بکنه که. تو اصلا فرض کن من پول میگرفتم از جمهوری اسلامی، غیرتم رو دختر ایرانی اجازه نداده ادامه بدم دیگه، ته قضیه است دیگه، شرافتم اجازه نداده. حالا سوال از شما آقای فرجاد فروده، شما چی شد که یک دفعه عوض نمیشی؟ من یک دفعه عوض شدم به خاطر خون نیکا شاکرمی، به خاطر خون محسن شکاری که 22 روزه این جوونو که در هر جای دنیا اون کار کرده بود 24 ساعت، واقعا 24 ساعت کمتر آزاد میشد و ته جریمه‌ای که بهش میدادن یه هفته تمیزکاری در خیابان بود، اگه بهش میدادن. تازه شما یک جوونی که در همه جای دنیا استاندارد 24 ساعت کمتر آزاد میشد و ته جرمش زندان نبود، فقط یک هفته تمیز کردن خیابان بود و اعدام کردی. من یک دفعه عوض شدم، فرض کن. چرا شما یک دفعه عوض نمیشید؟ این شرافته اینا کجا میره؟ چرا عوض نمیشید خیلی از شماها؟ شما که تو حکومتی چرا خیلیتون یک دفعه با دیدن این 500 تا دختر پسر رو تو به خاطر پوشش کشتی، چرا عوض نمیشی؟ بعد این سخنانی که آقا ظلم هر جا باشد باید قیام کرد، چرا شما فقط ظلمو در فلسطین میبینید که تازه اونم ظلمیه که حماس داره میکنه بر همه، اونم حالا داره میگه آقا اسرائیل میکنه. باشه شما اینجا که چند بار روسیه زد مردم اوکراین، دختر پسرای اوکراینو کش، چرا یه بار اعتراض نکردید؟ چرا در مورد 150 هزار سومالیایی که در همین 10 ماه گذشته به عناوین مختلف قتل عام شدن در سومالی اصلا خبرش شنیدید؟ چرا اعتراض نمی‌کنید؟ نکنید تو رو خدا، آقا بازی این احساسات انسانی رو قاطی استراتژی‌ها و قاطی امیال سیاسیتون نکنید دیگه. اگر کشتن بعد از شما میگی فلان اینا، چرا در مورد اوکراین الان اعتراض نمیکنی؟ آقا الان زد اونوز یه بچه 9 ساله از زیر آوار تو اوکراین در آوردن، چرا اعتراض نمیکنید؟ چون اونجا روسیه با جمهوری اسلامی اوکیه دیگه، یا براتون مهم نیست. اما اسرائیل الان میتونید دیگه. ببین اینا یه بخشش هم مریضیای شیعه است دیگه، مریضیای قرآنیه. من ببخشید حالا کلی میگم، جسارت به کسی نمیکنم، نباید آدم حزب باعث باشه. یه روز مردم بیان بگن درود بر مصدق، منم بیان بگم درود بر مصدق، فرداش برم بگن مرگ بر مصدق، مرگ بر دیکتاتور، فرداش منم بیان بگم مرگ بر مصدق. مثلا مصدق چی کاره بوده؟ بابا تکلیف رو روشن کنی، یا طرفدار مصدقی یا علیه مصدق. مگه نگفتی ظلم هر جا باشد آدم باید حقو بگیره؟ تو طرفدار مصدقی یا ضد مصدقی مهم نیست، در هر تیمی که هستی اگر میبینی یک ظلمی انجام میشود نباید صدات در بیاد. تو الان طرفدار خامنه‌ای، دمت هم گرم، داری میبینی خامنه‌ای به خاطر پوشش مردمو داره میکشه. چون تو طرفدار خامنه‌ای میخوای حزب باد نباشی. آقا اولا ما که قضایامون روشنه، ما 22 سال یک جا وایستادیم و اونم جریان ایرانگرایی است که وایستادیم. حالا تلاش میکنیم در این راستای جریان ایرانگرایی تیم جمع کنیم، یار جمع کنیم، تاثیر بذاریم رو. یه زمانی خواستیم رو رضا پهلوی تاثیر بذاریم، نشد. خواستیم رو خامنه ای تاثیر بذاریم، نشد. ولی ما که ماهیتمون نفسه، این تاج پهلوی و شیر و خورشید و چه میدونم این فروهه رو، اینا که از روز اولی که همه منو میشناسن از 22 سال پیش تا الان که همیشه با هم بوده، ما که عوض نشدیم. ولی فرض کن حزب بادیم، تهش دیگه آقا تهش میگه تو حزب بادی، اوکی. به مراتب کسی حزب باد باشد ولی از جنایت رژیم دفاع نکند که به مراتب اصلح تر از کسی است که بگه آقا من چون نمیخوام حزب باد باشم کنار جنایت وای میسم، کنار جنایت وای میسی که حزب باد نباشی. خب حزب باد که اینجا اصلح تر از حتی تهش میگم آقا فهمی که دوستان نمیرسه به ما، میگن حزب باد، اوکی. من اصلا حزب باد، حزب بادی که الان داره اعتراض میکنه به کشتن نیکا شاکرمی، ولو به اینکه حزب باد است که اصلح تر است به کسی که حزب باد نیست اما از جنایت نیکا شاکرمی مالکشی میکنه، میگه نه نیکا شاکرمی خودش رفت خودکشی کرد.
به یک شکلی میخواد دفاع کنه از رژیم. منطق ندارید پشت قضیه. ببینید شماها در چارچوب استدلال، من خیلی دوستتون دارم آقای فرشاد فروزش، من میفهمم شما هم که حرفایی که دارید میزنید البته از این مدل حرفاست که یه چیزی بگید که بمونید و فلان و دو پهلو صحبت کردن و بالاخره موقعیت فیزیکیتون اینا. من با همین وجود شو افرادی مثل شما رو وطن پرست میدونم، با غیرت میدونم، میدونم عاشق وطنید، نمیدونید ولی باید چی کار کنید. شرایط کشور پیچیده است، نمیدونید بعد چی کار کنید، که حالا دیگه دیواری هم کوتاه‌تر از ما نیست، باز دمت گرم، ما رو فحش چیز فوشکش نکردی، درود به شرفت. اما اینکه وطن پرستی کافی نیست آیه فرشاد فروزش، من صحبتتون رو گوش کنم آخرش میگم. نگران جونت نباش، من خطا به خودم میگم. آفرین، به خودتون اگه میگفتید دفاع میکردید از مهسا امینی. خب آقا حق حق ولی هر چی میخواد باشه، این بچه رو پشت داد، ظلم کردن، حالا هر کی پشت، حالا هر کسی که پشت، چون به عمد اومده یک بچه رو پشت، یک بچه رو از پدر و مادرش جدا کردی، ظلم کردی، حالا با هر قانونی، حالا میخوای اصلا قانون بذار، ظلمه. و من کلیپش کوتاه بود، از این فیلم های کوتاه بود، همین دو سه مورد دیدم که ایشون میگه من طرف اسرائیلم، طرف مردم اسرائیلم، کاش ایران فلان بشه، ایران قدرت نگیره، اگه قدرت بگیره مردم خودش رو قتل عام میکنه فلانی. و ایران نگفتم، جمهوری اسلامی گفتم. شما هنوز به این درک نرسیدید که جمهوری اسلامی ایران رو اشغال کرده. غیر از اینه آقای فرشاد فروز، شما ارتشی هستید، امکانات ارتش رو بهتر از من میدونید. آقای فرشاد فروزه، شما نمی‌بینید که ارتشی‌ها رو بدون هیچ در حقیقت تسلیحات مناسب جنگی می‌فرستن در منطقه بسیار خطرناک سیستان بلوچستان برای مرزبانی، اما پلیس نوپو و غیره رو با تجهیزات خیلی بالا می‌فرستن برای سرکوب دختر پسرها در مرکز تهران؟ اینا رو نمی‌بینی؟ هنوز به این درک نرسیدید که جمهوری اسلامی یک حکومت اشغالگر و ایران اشغال کرده. من گفتم ایران اشغالی، گفتم حکومت جمهوری اسلامی که ایران را اشغال کرده است. بله، هر چقدر اگر جمهوری اسلامی در منطقه قدرت بگیرد، این قدرت در قلک منافع ملی ایران نمی رود، خلاف آن است. هر چقدر قدرت بگیرد، در سرکوب دختر پسر ایران این در حقیقت هزینه می شود. همین الان هشت‌الشعبی رو آوردن در دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز درس بخونن بدون کنکور، دختر پسر ایرانی مجبور پشت خط کنکور ریزش مو بگیره. میدونید چقدر از این دختر پسرها بابت استرس کنکور دچار ریزش مو شدن؟ داشتم یه گزارشی میخوندم که ریزش مو و ارتباطش با کنکور، چون من اهل مقاله خوندنم، کتاب سالهاست نمیخونم ولی خیلی مقاله میخونم. نشوشو آقا این گزارش داشتم میخوندم در مورد ریزش مو و کنکور، دختر ایرانی، پسر ایرانی ریزش مو بگیره به خاطر استرس کنکور. اون وقت راست راست آقایون نیروی نظامی هشتاد شعبی بدون کنکور برن تو دانشگاه تهران و شیراز که چیکار کنن در آینده؟ جوانای ما اگه بخوان توی دانشگاه ها اعتراضات مدنی داشته باشن سرکوب کنن دیگه. این صحنه ها رو شما نمیبینید؟ عجیبه. هشت و شبی تروریسته فلان، هشت و شبی من عراق که میرم برای اربعین میرفتم میمدم میدیدم عراقی ها هستن مقلدشون مقام معظم رهبری، اونا افتخار برای ما، جونشون رو گذاشتن کف دستشون دارن جبهه مقاومت که جبهه مقاومت این جونشو گذاشتن بخاطر اون عقاید عقب افتاده شهادت طلبی اسلامیه. چه ربطی به ما داره؟ چه ربطی به منافع ملی ما داره؟ اینا نکات دیگه. نوعی از سپرهای ایران هست دفاع میکنن، دارن به شدت شهید میدن. آقا تویی که 500 تا دختر پسر منو کشتی، به من میخوای توجیه کنی هشتال شعبی داره مثلا چیکار میکنه، از چی دفاع میکنه؟ آقا تو انا افغانی ها و پاکستانی هم دارم به دختری ما تذکر اجاب نه، تو خود 500 دختر پسر منو کشتی، بعد میگی که ما داریم دفاع میکنیم داعش داره دختر پسرت رو بکشه. مسخره نیست این حرف؟ وقتی خودتو عامل کشتار دختر پسری بهم سری چی؟ یه زمانی دختر پسر میاد میخواد تو رو برانداز کنه، حالا هر حکومتی میخواد خوش دفاع کنه، تو رفتی بهشون گیر دادی سر پوشششون، خونشون رو تو شیشه کردی. اصلا مردم ایران که ما اون در بخشی که اومدیم خطدهی کنیم که روتون تاثیر بزنیم بابت این بود که مردم ایران میگفتن ما سیاسی نیستیم، کاری به قضایا نداریم. آخه این حرفا کجا در میاد؟ شدت تحت فشارم. حالا شما بیاید به این گروه شیعه ایران دوست بیا اینجوری صحبت کنیم. شیعه ایران دوست؟ آقا اصلا شما حکومتتون خودش ایران رو دوست نداره،
شما با تخت جمشید چیکار که نظر همین افراد اصلی این نظام در مورد نوروز چیه؟ بابا رهبر النگ و حرام لقمه و پرنستار حمام منصوری تو یه دونه سفره هفت سین پهن نمیکنه. کدوم ایران؟ رهبر حکومتت یه هفت سین پهن نمیکنه، اون وقت اوباما پهن میکنه. اوباما همین بایدن پهن کرد. حداقل میخواد ما خر کنه، یه سو احترامو میفهمه. برای که خرمون کنه همین آقای نتانیاهو اینا، برای که خرمون کنن چهار تا تبریک نوروز میگن. خامنه ای تو اصلا کاری به نوروز ما نداره، عکس خمینی حرومی رو میذاره. نکن دور خدا، شما خودتون ایران دوستین، شما نوعی رو نمیگم، و رژیمی که ازش داری دفاع میکنی که تا احتمال بعد روزگاره بالاخره در موقعیت فیزیکی که قرار گرفتی به خاطر حس وطن پرستیتونه نمیدونی چیکار بکنید دارید این حرفا رو میزنید. این رژیم خودش ضد ایرانیه، بعد تو میگی که حامیان شیعه این رژیم در منطقه اینا ایران دوستن. کدوم ایران؟ ایرانی که الان زمینشو خوش کردی، از نظر اقلیمی ایرانو به باد دادی، بعدم اینجوری پمپاژ افغانی کردی، ایرانی که 8 میلیون ایرانیشو فراری دادی، ایرانی که دیگه یک پزشک نداره پزشکاشو گسیل دادی به سمت عمان، ایرانی که تو الان تمامی دانشمندان در حقیقت شرکت‌های دانش بنیانشو منتقل کردن، همه فرار کردن به ترکیه. از کدوم ایران صحبت میکنی؟ ایرانی که داری رسما آرزوته که مثل طالبان ادارش کنی، ایرانی که داری کلنگی میکنی، از چی داری دفاع میکنی؟ شما الان چون خودت گفتی آقا جان مهم نیست اینا، نکن خب برادرم، تو کجا دفاع کردی از محسن امینی؟ حتی اگه این صحبتات یه بخشی بله حالا حکی محسن خیلی کار بدیگه که آقا این حرفا چیه؟ اینکه در حقیقت رفع کتیه، اینکه یه موضع رفع تکلیفیه، تکلیفت رو میخوای رد کنی. یه چیزی هم بگم، حالا بگن یه اعتراضکی هم کنه، آقا اینجوری نیست. من نمیپسندم، میام صحبت هم میکنم، انتقاد هم میکنم، اصلا چه شما پاسخ بدید چه ندید فرقی نداری. من چیزی به چیزی جمله میگم آقا مثلا اینا سپر ایرانن، این آقای هشتال شعبی و اینا سپر ایران در منطقن. سپر یعنی چی؟ یعنی سپری که داعش نیاد نیکا شاکرمی رو نکشد. زمانی که اصل داستان تا زدی دختر ایران رو کشتیم به نیکا شاکرمی تجاوز کردی، شما هم اعتراضی نکردی به عنوان یه ارتشی، دیگه سپر حالا داشته باشم یا نداشته باشم چه فایده؟ این سپر برای چیه؟ برای که از ناموس منه، حالا واژه ناموس خودش داستان داره، از جان مردم من چه دختر چه پسر دفاع کنه دیگه؟ تو وقتی که دختر پسر منو خودت کشتی به من میگی آقا این گروه ها سپر ما هستن، دشمن نیاد ما رو بکشه، مثل شوخی میکنی؟ تو خودت داری منو میکشی یا چی صحبت میکنی؟ من دیاد نیکم، بس وقتا مثلا نگاه نمی کنم، ترجیح میدم کتاب بخونم برای مردم بگم و تحلیل بکنم. اومدم سامانه فرماندهی رئیس رکنه که یک تیپ شدم که مقام بسیار بالایی بود که دیگه از شب و روزم دیگه نمیشناسم از شدت کار. سخنرانی به راه حمایت از حضرت آقا، به راه نیروهای پزشکیان دائم میگم اگه حضرت آقا نبود من رئیس جمهور نبودم، اگه حضرت آقا نبود اصلا من رئیس روک نبودم. خدا رو شد اصلا این یه طوفانی از کنار گوشم رد شد، طوفان ناحق. بنابراین آقای امید دانا، من در داخل ایران از خود حضرت آقا حمایت بکنم، من صدا میکنم، وارونه جلد میدن، دروغ میزنن. حالا چه کسی در این کارو میکنه؟ کسی که خودش 1% به حضرت آقا اعتقاد نداره. حالا اینو گذاشتن که منو رصد کنه که ببینه من دارم یا ندارم، والا به خدا خودش نداره. ما تو پشت دوربین داریم میگیم داریم، ولی اون شخص اصلا کیه؟ اصلا اسمش چیه؟ اصلا کجاست؟ اصلا تا حالا موزگیری کرده؟ اصلا پیجی سایتی چیزی داره؟ یا داره به جیش من و شما میخنده؟ مردم ایران چه داخل چه خارج از کشور، خودتون دارید اخبار رو بهتر از من رصد میکنید. ببخشید من جنبندی کنم و تمام کنم. اینجا هم که یه اعترافی کردید دیگه، اینجا گفتی که آقا یکی رو گذاشتن که من رصد کنه، به من گیر بده که من مثلا اعتقاد به خامنه‌ای ندارم. یعنی تمام دفاعی که از خامنه‌ای میکنید همونی که گفتم دیگه، نگاه شخصیه دیگه، چون باید دفاع کنی بتونی باشی با وجود. ببین شما همین تیپی که زدی، دمت گرم، پیرن پوشیدی، کت پوشیدی، خوشتی بچه های ارتشی، خوشتی بر ریشتون رو تیغ زدی بزنن به تخت خوشتیپ و اینا، اما که خوشتیپ در نشستید اونجا، چون خوشتیپ نشستی در تضاد با جمهوری اسلامیه. همین نوار خالی که پر میکنید که به نظر من نظر سیاسی اینا متاسفانه، ببخشید اینو میگم، من شما رو دوست دارم ولی فاقد اعتناس این حرفای شما، همینم این حکومت شما میگی بر نمیتابد،
یه نفر رو گذاشته تو رو رصد کنه که از خامنه ای دفاع میکنی آیا یا نمیکنی. صحبتاتون دیگه فاقد اعتماد، بقیهشو گوش نمیکنید. این صحبت ها، این صحبتی که شما دارید میکنید در یک فضای آزادانه نیست. من چیزایی که اینجا میگم اینقدر آزادی دارم حتی اگه نقدی به اسپانیا داشته باشم، به سوئد، من سیتیزن سوئد هستم، ساکن اسپانیا، نقدی داشته باشم میتونم بگم، ولی به اینکه قبلا داشتم و گفتم و هیچ جلساتی هم که بارها داشتم توی دنیای غرب در اصل مخاطب نه آقا کی هستیم چی میگیم، مثلا برای امنیت خودم نگران بودن بیشتر، بارها جلسه داشتم به خاطر امنیت خودم، ولی هیچ وقت خدا شاهده بهم نگفته کسی که چی میگی یا چی نمیگی. من پرسیدن چرا میگی، چرا رو خب میخواد بدونه، میخواد بانک اطلاعاتیشو پر کنه، ولی هیچ وقت نگفتن چرا، مثلا چی برای چی، مثلا حق نداری بگی اینا، از اونجا چرا رو فقط گفتن میخواستن بدونن برای بانک اطلاعاتیشون، ولی چرا بابت این نبوده که باید نبایدی مثلا تو کار باشه. بنابراین ولی شما در جایی که داری زندگی میکنی خودت داری میگی دیگه، میگی من با وجودی که انقدر خامنه‌ای جلوی دوربین میکنم به منو تحت فشار میذارن، پس بنابراین نظرات شما فاقد اعتنا هست، جامعه هم اینو میفهمه، مردم هم اینو میفهمن. الان شما نگاه کنید، بعضی به من میگن آقا مثلا نه یا معروف کن، مثل وحید خضاب و اینا. آقا ما 100 تا برنامه در مورد این وحید خضاب ساختیم، بینندگانشون بیرون بالاتر نمیره. همین علی علیزاده رو ما 100 بار ساختیم، با بیننده‌اش بالاتر میره. نه اونم یه بخشی که بیننده گرفت بابت اون بخش بدنه مذهبی بود که از من شکست عشقی خورد، ریختن تو کانال اون، نتونست رشد کنه دیگه، همونه دیگه، برنامه‌اش همون 15000 تا 20000 تا، نه تا اگه یه چیزی بذاره مثلا حالا شانسی، ولی تو همون هولوشه. اینا اصلا رشد بکنن نکنن، اینا چون دارن یک حرف غلطی رو میزنن تاثیر ندارن. این خیلی نکته مهمی، چرا ما حرفا رو میزنیم و مردم هم میفهمن دیگه، کی نوار خالی پر میکنه کی نوار خالی پر نمیکنه. اونی که نوار خالی پر میکنه رو یواش یواش خوش نمیکنن. خود منم 4 جلسه اینجا بیام نوار خالی پر کنم، شما میگه آقا وقتم اگه سر راه آوردم. ما اخبار روز و مسائل روز رو بررسی میکنیم در چارچوب منطقی، در چند برنامه ما چند وجهیه، هم اطلاعات میدیم هم تراپی میکنیم برای دوستانی که این حجم کثیف بودن جریان مذهبی رو میبینن، هم در کنارش جنگ روانی میکنیم با بدنه جریان مذهبی، هم راهبرد داریم، هم که داریم به هم نزدیکتر میشیم برای کمپین های آینده و و و. یعنی برنامه تیم رودست یک برنامه چند وجهیه. به هر حال صحبت های ایشونو گوش کردیم، تحلیل هم کردیم، مرسی، بیشتر ادامه نمیدم. امیدوارم شما مای فرشاد فروزش هر جا هستید در کنار خانواده محترم سلامت قوی، روزگارتون شاد باشه. امیدوارم که برای اینکه من تو این برنامه بهتون احترام گذاشتم فوشکش نکردم، فردا صداتون نکنن بگن که امیدانا همه رو فوش میده، چرا شما رو فوش نمیده امیدانا. اولا راست میگه این بنده خدا، من هیچ ارتباطی باهاشون نداشتم تا الان. نکته ای هم که وجود داره اینه که من به ارتشیا احترام میذارم، حتی اگه به اون سپاهی هم که اگه یه خورده عاقل باشد بخواد سمت ایران بیاد به اونم احترام میذارم. بالاخره بعد یه امیدی داشته باشیم به این ارتشیا، شاید یه روزی بخوایم یه کاری کنیم. نمیخوام که به ارتشیا ایران برای چی باید توهین کنیم. بالاخره من میدونم خیلی از اینا توی شرایط عجیب و غریبی گیر کردن، مجبورم بیان نواخالی، با وجودی که خودش داره میگه دیگه، میگه آقا من اینقدر خامنه ای میکنن، با وجود این برای من یک مأمور عقیدتی گذاشتن ببینم من خامنه ای رو قبول دارم یا نه. گفت دیگه، دیگه بقیه صحبت ها فاقد اعتناست. و این حرفایی هم که آی چرا شماها به خاطر مثلا 40000 کودک فلسطینی، چرا شما برای کودکان اوکراینی نه، چرا شما برای مردم سومالی نه، چرا شما برای مسلمانان میانمار نه، و و و و از این صحبت ها زیاده. بازی سیاسی، خودتونم میدونید. قضایا رو حقوق بشری نکنید، شماها اصلا تمام محور مقاربتتون از حماس بگید تا غیره اصلا جز بشر حساب نمیشید، بشر نه، حتی حیوان هم نیستید شما، چون حیوانات و بشر قواعدی دارن. کسانی که در عرض 5 ساعت میتونن 1200 تا زن و بچه رو به قتل برسونن حتی حیوان هم نیستن. حیوان هم یادتون باشه، حیوان چیه؟ گرگ، خرس، ببر، چه میدونم گرگ که گفتم دیگه، پلنگ، حتی کفدار و اینا به اندازه، الان کفدار اهل شکار نیست، میاد میشه لاشه میخوره، ولی حیوانات به اندازه نیاز غذای شکم خودشون، به اندازه نیاز خودشون میدرن و میکشن. بی انصافا تو 5 ساعت 1200 تا کشتید، شما حتی حیوان هم نیستید. نمیشه که از حماس دفاع کرد و غیره، و مایی که داریم اینجا حرف درست میزنیم، آهای شماها چرا رفتید از بغض جمهوری اسلامی کنار اسرائیل؟ ما کنار اسرائیل نیستیم، ما خطه هستیم، خطهی میکنیم و کارهایی هم که انجام میدیم چارچوب استراتژیست.
امروز در چارچوب استراتژی و سلبی از اسرائیل استفاده میکنیم، تو سر شما میزنیم، ما نمیتونیم شماها رو در منطقه پاکسازی کنیم، اسرائیل داره میکنه، در چارچوب استراتژی کار خودمون رو میکنیم، تو از دفاع و دشمنی، نه دفاع ما نه دشمنی شما با اسرائیل تأثیری تو جنگ نداره. مگر الان دشمنی آقای مثلا این یارو قاآنی تأثیر داشته تو جنگ؟ نه دشمنی قاآنی با آقای نتانیاهو تأثیری دارد در جنگ، نه فرض کن دفاع من از نتانیاهو تأثیری در جنگ دارد. این یک بازی بین ما ایرانی هاست که ما از طریق اسرائیل اعتماد به نفس شما بچه پر رو شما رو نمیگم آیه چی دارم، شما حامی جمهوری اسلامی سوپر حزبالیه پر روه مثل کریم شیره یا غیره رو از موزه حسابی له و لورده کنیم، که تا الان هم تو این 11 ماه به خواسته هامون یکی پس از دیگری رسیدیم و واقعا سپاسگزارتونم که امشب هم یاران حسابی با ما